لطیف پدرام دبیر کل حزب کنگره ملی میگوید که تحولات اخیر در کشور نشان دهنده وارد شدن افغانستان به یک جنگ خونین دیگر است. وی میافزاید که این جنگ از سوی امریکا سازماندهی خواهد شد. لطیف پدرام آمدن گلبدین حکمتیار را نیز از برنامه های امریکا میداند، زیرا به گفته او واشنگتن در تلاش ایجاد یک حکومت تک قومی در افغانستان است. میخوان زیر نظر از اینا به کمک از اینا یک دولت دیگه به شما بسازن و در این دولت سازی، در این حکومت سازی، در این سلطگری هیچ ارزش دموکراتیک و حقوق بشری برای غربی ها متصور نیست. حزب کنگره ملی کشته شدن اسدالله کوهزاد، یک از اعضای بلندپایه این حزب را در بغلان نیز یک سوءقصد و رویداد سیاسی میداند. اعلام میکنم سوگمندانه که ما وارد یک جنگ خونین جدید خواهیم شد و این جنگ را امریکایی ها و متحدان جدیدی امریکا در افغانستان سازماندهی و مدیریت خواهند کرد. حزب اسلامی نمیخواهد در این باره اظهار نظر کند، اما سفارت ایالات متحده امریکا در کابل روند صلح افغانستان را یک روند بین الافغانی میگوید و میافزاید که امریکا در این روند هیچ نقشی ندارد. همزمان با این نشست، شمار از نمایندگان مجلس میگویند که پیوستن حزب اسلامی گلبدین حکمتیار به روند صلح افغانستان نباید دست کم گرفته شود. دیدت کور تنن یو تعداد اشخاص د چال خوا تحریکیگی او رازی او التا دا شعار وای سی مرگ پا پلانی او منگ دی حکمتیار محکمه غوارو داغ مزایری چی وست دا حکمتیار سا پرزد روانی دی زه هم داغ مزایری دا داغ حرکتونو مخنیوی غوارم. دبیر کل حزب کنگره ملی بار دیگر بر رسمی بودن مرز دیورند تاکید می‌ورزد و علت حساسیت شماره از کسان را در برابر این موضوع قدرت دوستی و انحصار طلبی یک قوم می‌داند و تاکید می‌کند که این حزب در افغانستان یک جمهوری فدرال و حوزه‌های دموکراتیک ایجاد خواهد کرد.